با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و علاقمندان برنامه‌های خوب آقای عرفانی. عرضم به حضور شما ممنونم از همه تلفن‌های پرمهر و محبت شما نازنینان. متأسفانه میدونید دیگه شمایی که برنامه ما رو دنبال میکنی گاهن این مسئله برای ما هست و من از این بابت از شما همیشه عذرخواهی کردم. گاهن این دستگاه ما گیر میکنه و میل نداره که حرکت بکنه. اینه که ما یه قدری معمولا با تأخیر و اینا کارمون گاهن این اتفاق میفته. از آقای عرفانی هم از این بابت عذرخواهی میکنم. این نازنی مدتی منتظر نشسته است. عرضم به حضور شما که اجازه بدید که ضمن درود و سپاس به ایشون به عرض برسونم که امروز 29مین روز است از اولین ماه در 15مین سال از 3مین هزاره. مثل هر پنجشنبه های گذشته این پنجشنبه هم امکان برامون پیش آمد در حقیقت که ادامه بدیم گفتگومون رو با آقای عرفانی نازنی. موضوعی که در حقیقت آقای عرفانی هم بهش اشاره کردن اینجا و گفتن که برای اینکه واقعا وقت تنگ است، برای اینکه با تحلیلی که ایشون در جلسه گذشته هم داده و تو برنامه خودش هم راجبش حرف میزنه مفصل، من دو تلفنم از کانادا و فرانسه داشتم که اونا هم از علاقمندان آقای عرفانی بودن و اونا میگفتن که بعد آقای عرفانی رو دریابیم و فلان و اینا. گفتیم خب برید دریابید، برید بکنید، برید دریابید آقای عرفانی رو ببینیم شما چه کار میخواید بکنید. ولی به حال بحثایی که فهم میکنم که مهم باشه برای ما همینه که این دوست ما به ما گفت. ما هم میخوایم پایه بحث امروز رو بر اساس تلفن هایی که شده و جوی که حاضر است و حضور آقای عرفانی برسیم به موضوع اصل مشارکت. و برای اینکه به مشارکت و این موضوع پردازیم که چرا آدما، ما صبحم با آقای منفرزاده راجع به این حرف زدیم که چرا مشارکت نمیکنه، میخوام از آقای عرفانی بپرسیم که اول این جامعه شناسی یعنی روان شناسی اجتماعی جامعه رو او برای ما چجوری تعریف میکنه. و میدونم که تو این زمینه بسیار بسیار کار کرده و میخوام که این مقایسه بکنه ابتدا راجع به این روانشناسی اجتماعی جامعه ما پیش از انقلاب، بعد از انقلاب، و از اونجا پل بزنیم به این که اون رو بشناسیم و بعد ببینیم که چرا چه باید کرد که مردم در ماجرا مشارکت بکنن. اجازه بده وقت رو خیلی ضایع کردم، بیش از این ضایع نکنم، سلام کنم با آقای عرفانی. امیدوارم که پرسش براشون مفهوم بوده باشه و بشنویم صحبت‌های آقای عرفانی. آقا من به شما درود می‌فرستم، میکروفون در اختیار شماست. به من اگر اجازه بدید در بین اگر شما قطع شده جناب بفرمایید. ببخشید. عرض کردم میکروفون در اختیار شماست، اگر به من اجازه بدید در خلال اگر سوالی بود مطرح میکنم. ممنونم. بفرمایید. زنده باشه. درود می‌فرستم خدمت شما جناب بفرمایید عزیز و با عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی تلویزیون میهن. اجازه بدید که ابراز خوشحالی بکنم از اینکه باز تونستیم فرصت رو فراهم بکنیم که با هم حول محور موضوعات مهم کشورمون صحبت بکنیم. در پیوند با پرسش جناب عالی باید عرض بکنم که ریشه یابی این موضوع در واقع یک سری از پارامترها رو وارد بحث ما میکنه، برای اینکه موضوع چند بعدی هستش. اینکه چرا ما در تاریخ سیاسی اجتماعیمون پدیده‌ای به اسم مشارکت رو با آسیب‌های فراوان و با فراز و نشیب‌های فراوان می‌بینیم. در برخی از مقاطع تاریخی هستش که هجوم گسترده مردم رو داریم اگر بتونیم ازش به عنوان مشارکت نام ببریم، و در برخی از مقاطع یک سکوت و انفعال شدید رو داریم که به اصطلاح هیچ گونه برای کسانی که ظاهر بین هستند دلیل و توجیهی نداره. و واسه همین هم هستش که خیلی ها در این دوره هایی که دوره های محاق هستش، دوره سکوت هستش، میرن در پوست افسردگی و روانپریشی و انزوا و حتی خودکشی، به دلیل اینکه احساس میکنن که جامعه بی غیرت شده، بی همیت شده و حاضر نیستش که برای تغییر سرنوشت خودش وارد صحنه بشه. اما اگر بخوایم از این سطح که اون به اصطلاح رو این ترین میتونیم بگیم جنبه
بحث هستش بگذاریم و بریم به سمت پایین، متوجه میشیم که نه، موضوع خیلی عمیق‌تره. اجازه بدید دو تا فاکتور رو من در طول این فرصت کوتاهی که داریم باز بکنم. فاکتور اول برمیگرده به یک نوع ناتوانی ذهنی که ریشه تاریخی داره و هیچگاه در طول 100 سال گذشته نظام آموزش و پرورش ما، نظام تعلیم و تربیت حاکم بر کشور، نه در دوره قبل از انقلاب و نه در دوره بعد از انقلاب موفق نشده این مشکل فرهنگی رو یا تاریخی رو پشت سر بگذارونه. و اون عبارت است از عدم توانایی انسان ایرانی به صورت عام، به استثناها به کنار، برای در نظر گرفتن مباحث که یه مقداری جنبه نظری یا به قول فرنگی ها جنبه ابسترکت که ترجمه شده در فارسی به عنوان انتزاعی یا تجریدی داشته باشه. این توان چیزی نیستش که به صورت اتوماتیک با ما همراه باشه، در مورد مسائل اجتماعی سیاسی عرض میکنم، و به همین دلیلی که یا میبایستی نظام تربیتی ما در خانواده، در مدرسه، در دانشگاه، در وسایل ارتباط جمعی و غیره این توان رو در شهروندان به وجود بیاره، و یا اینکه این به صورت به اصطلاح خودکار به دست نمیادش، مگر اینکه کسی بره و تلاش فردی بکنه، مطالعه بکنه، علاقمند باشه، کنجکاو باشه و این ظرفیت ذهنی رو واسه خودش بتونه پرورش بده. به طور مشخص در مورد این صحبت میکنیم که شما زمانی که با یک انسان درون جامعه مدرن، یعنی برخواسته از یک نظام آموزش پرورش مدرن صحبت میکنید، واژه جامعه رو که به کار میبرید، واژه شهروند رو که به کار میبرید، واژه اجتماع رو که به کار میبرید، همه اینا در ذهن او تداعیگر چیزی هستش که براش ملموسه، براش قابل تصوره و میتونه با اون ارتباط برقرار بکنه. در حالی که شما وقتی میرید در روستاهای ایران و پاکستان و افغانستان و این واژه رو استفاده میکنید، یه کلمه است فقط، یه اسمه، ولی ممکنه هم یه بار دو بار ده بار شنیده باشن، ولی تداعیگر هیچ چیز مشخصی نیستش که به واسطه اون تداعی یا اون تصویر این افراد، این روستایی ایرانی یا پاکستانی بتونه با این مفهوم ارتباط برقرار بکنه. مثلا عرض میکنم شما اگر از یک فرانسوی آلمانی بپرسید جامعه یعنی چی، تعریفی به شما ارائه میده که ممکنه تعریف دقیق جامعه شناسی نباشه، ولی در دل خودش یک عنصری رو داره و اون عبارت است از جمعی که دارای حداقلی از همبستگی ها و پیوند ها هستند، جمعی که به واسطه حضور فیزیکیشون در کنار هم با همدیگه دارای نوعی پیوند هستند، دارای نوعی ارتباط و میشه گفت فرو رفتگی یا در هم تنیدگی هستند. این رو شما در اون توضیح پیدا خواهید کرد، حالا به هر زبانی که یا با هر واژه‌ای که استفاده بکنه و به کار بگیره. اما زمانی که همین سوال رو از میلیون‌ها شهروند جامعه سنتی یا جامعه در واقع بگیم غیر مدرن، حالا سنتی نه به معنی خاص کلمه، میپرسید در ایران و پاکستان و افغانستان و کجا و کجا، شما میبینید که این ذهنیت در بسیاری از اونها وجود نداره که بتونن این کلمه رو، کلمه جامعه رو به عنوان یک کلی ببینن که در اون خودشون رو به عنوان یک جزء پیدا بکنن. بنابراین این واژه براشون غریبه. از اونجایی که این مفهوم، مفهوم جامعه غریبه، تمام مفاهیم منشعب شده از این مفهوم اصلی هم براشون تبدیل میشه به یه چیز عجیب غریب. یعنی مفهوم اجتماعی، اجتماع، مشارکت، ارتباط شهروندی، حقوق مدنی، مدنیت و غیره، اینا همه تبدیل میشه به واژه‌هایی که ممکنه یه بار دو بار در کلاس نمیدونم سوم راهنمایی و دوم دبیرستان تو کتابشون یه بار دو بار سه بار اینو خونده باشن و دیده باشن، ولی برایشون تداعیگر هیچ چیزی نیستش که به واسطه اون درشون احساسی به وجود بیاد که به واسطه اون احساس بخوان حرکتی بکنن یا اظهار نظری بکنن یا واکنشی نشون بدن یا اقدامی بکنن. در نتیجه ما یک خلأ روشنفکری، حالا روشنفکری نه به معنی روشنفکر، من معادل کلمه اینتלקچوال دارم به کار میبرم، یک نوع خلأ فکری یا روشنفکری در انسان ایرانی، در شهروند معمولی ایرانی پیدا میکنید، در اکثریت مطلق، که این سبب میشه زمانی که شما میاید و مقوله‌ای به اسم مشارکت اجتماعی رو باش باز میکنید، یعنی سهمی که هر شهروند میبایستی در
زندگی جمعی علاوه بر مسائل فردی و خانوادگی خودش ایفا بکنه برایش یه بحث کاملا عجیب و غریب هستش. حداقل اگر عجیب هم نباشه غریبه، یعنی بیگانه است باهاش و نمیتونه ارتباط برقرار بکنه. گویی شما دارید در مورد این صحبت میکنید که آیا میخواید مثلا عضو تیم ملی فوتبال نمیدونم یه کشوری بشید یا نه. بحث عجیبیه، یه بحثیه که کلمه ها رو میشناسه، واژه ها رو میشناسه، ولی در این حال خودش رو تو پیدا نمیکنه. این مشکل به اصطلاح فکری هستش که در جوامع مدرن هم وجود داشته تا که تا زمانی که ما شاهد به اصطلاح عصر رنسانس هستیم، در جایی که به تدریج مفهوم انسان زاده میشه، مفهومی که به واسطه تعریف شدنش توسط فیلسوفان، نویسندگان، هنرمندان و غیره به تدریج و اونم نه یک شبه، در طی یک فرایند 300-400 ساله برای انسان غربی جا میفته که من یک انسانم، یک سری از حقوق رو به واسطه انسان بودنم باید داشته باشم و اگر بخوام این حقوق رو داشته باشم، این حقوق در قالب حقوق مدنی، جمعی و اجتماعی من بروز میکنه. بنابراین اگر حقوق انسانی یا فردی خودم رو میخوام، میبایستی مشارکت بکنم در امر اجتماعی که تضمین کننده این حقوق فردی من هستش. برای همینی که شما میبینید در زمانی که در فرانسه انقلاب میشه، انقلاب کبیر فرانسه در 1789، اون اعلامیه‌ای که به عنوان اعلامیه حقوق شهروند و انسان صادر میشه که زیربنا و دستمایه و بیانیه جهانی حقوق بشر هستش، در اون ذکر میشه که اگر در جامعه احترام به حقوق فردی وجود نداشته باشه، چیزی مثلا مثل قانون اساسی نمیتونه وجود داشته باشه، یعنی اون چیزی که ما بخوایم دلمون رو خوش بکنیم روی کاغذ داشته باشیم. و شما میبینید که وجود این مفهوم، یعنی جا افتادن این مفهوم در انقلاب فرانسه، سبب میشه که وارد یک مسیری بشن که اون مسیر در ادامه خودش دموکراسی رو براشون به ارمغان میاره و نبود این واژه و نبود این مفهوم در ایران سبب میشه که در 1905 که ما انقلاب میکنیم، انقلاب مشروطیت را میندازیم، قانون اساسی رو میریم حتی تصویب میکنیم، بهترین قانون اساسی خاورمیانه هستش، مترقی ترین قانون اساسی خاورمیانه است در زمان خودش، اما میبینید که در حد یک کاغذ پاره است و خیلی سریع نمیدونم ولیت قاجار و عرشبت رضاخان و اینها میان و میندازنش تو سطل آشغال و برای خودشون هر نظام دیکتاتوری رو که میخوان سوار میکنن. چرا؟ برای اینکه چیزی نیستش که رفته باشه در درون جامعه کار کرده باشه، تحول فکری، تحول روانی، تحول شخصیتی، تحول رفتاری به وجود آورده باشه و به واسطه اون زمانی که این تبدیل به قانون اساسی میشه پشتوانه اجرایی داشته باشه، پشتوانه اجرایی از طرف جامعه، از طرف شهروندان داشته باشه. در فرانسه این شانس رو داشته، برای اینکه 200 سال 300 سال فیلسوفان دوره روشنگری کار کردن رو این و جا انداختنش و تبدیل به یه مفهوم اجتماعی جا افتاده برای شهروندان کردن، حداقل برای بخشی از شهروندان، ولی در ایران این اتفاق نیفتاده بودش. به صورت خیلی سطحی و ضعیف ما یه سری از کارهای روشنفکران زمان مشروطیت رو داشتیم که نتونست خصلت اجتماعی پیدا بکنه، نتونست فراگیر بشه. لذا میخوام این رو عرض بکنم، وقتی که پیدا میکنیم سر نخ رو و میایم دنبالش میگردیم، میبینیم که در دوران استقرار نظام آموزش پرورش مدرن در ایران که در دوره رضاشاه اتفاق افتاد، ما میبینیم که از حیث محتوا این لنگش، این کمبود همچنان روش کار نمیشه که بخواد جبران بشه، برای اینکه نظامی که ساخته شده برای نظام تعلیم و تربیت خودش استبدادی است، استبداد زده استش و نمیتونه مفهوم حقوق انسان رو، اهمیت و ارزش جان و کرامت انسان رو برای دانش آموز جا بندازه. بسیار خب، اینو که ما نمیتونیم. بعد میایم یه ذره جلوتر، بعد از رضا شاه همون میراث آموزش پرورش استبدادی رو پسرش تحویل میگیره و اون رو ادامه میده تا سال 1357. باز ما شاهد هیچ تغییر تحول کیفی که بتونه در این میان مفهوم جامعه، ارزش‌هایی مثل ارزش آزادی، عدالت اجتماعی، قانون مداری، قانون سالاری، حقوق شهروندی رو جا بندازه برای نسل تربیت شده در نظام آموزش پرورش 1332 لغایت 1357 رو نداره. بسیار خوب. حاصلش این میشه که
حتی زمانی که جامعه بر اساس یک توهم که عبارت است از این که اگر انقلاب کنیم به آزادی دست پیدا میکنیم، میاد در خیابان یک رژیم استبدادی رو پایین میکشه، یک نظام از لحاظ نوعی و ساختاری دارم میگم، نظام سلطنتی رو که سابقه چند هزار ساله در ایران داره پایین میکشه، اما بعدش با دست خودش و بر اساس جهل خودش میاد نظامی به مراتب بدتر از اون رو، خشنتر، ضد بشرتر و رادیکالتر از اون رو بر سر خودش حاکم میکنه و بعد میبینید که اونها میان و اون تتمه آموزش های مدنی اجتماعی رو هم که در نظام آموزش پرورش زمان شاه به صورت قطره چکانی داشتش اعمال میشد، اون رو هم از بین میبره و میاد مفاهیمی مثل ولایت مطلقه فقیه رو جا میندازه و برای بچهای دبستان همین رو الان دارن آموزش میدن. پس متوجه میشیم که ما در تاریخ خودمون هرگز و هرگز این فرصت رو و این شانس رو نداشتیم که حداقل یک نسل رو تربیت بکنیم برای اینکه این نسل مجهز باشه به توانایی انتزاع، تجرید در رابطه با مفاهیمی مثل جامعه، شهروند، اجتماع، حقوق مدنی و غیره. نداشتیم ما. یعنی هنوز که هنوز تا این ساعت که داریم صحبت میکنیم، بچه هایی که قرار هستش در خرداد ماه سال 1394 از دبیرستان های ایران فارغ التحصیل بشن یا در همین بهمن 1393 از دانشگاه ها فارغ التحصیل بشن، حتی این نسل هم هنوز به این آموزش پایه‌ای و بسیار مهم ساختاری مجهز نیستش. بنابراین انتظار این که وقتی ما چنین جامعه‌ای رو میایم از نزدیک موشکافی میکنیم بتونه در سطح وسیع و کلان بره و از خودش چیزی به اسم مشارکت رو که پیش شرط اون فهم این مفاهیم هست، پیش شرط اون توان انتزاع و تجرید و در نظر گرفتن این مفاهیم نظری در ذهن هستش، پیش شرط اون توان برقراری ارتباط و ملموس کردن این مفاهیم برای خود هست رو نداریم، چگونه انتظار داریم که مشارکت رو داشته باشیم؟ مشارکت که چیزی نیستش با رگ گردن رو نمیدونم درشت کردن و داد و فریاد و احساسات رو برانگیختن و اینها به وجود بیادش، که این فرایندیه که نیاز به دست کم دو سه چهار نسل، حتی من میگم شانس یک نسلش رو هم ما نداشتیم، داره تا تبدیل بشه به یه امری که برای یه بخش قابل توجهی از جامعه که بهش میگن اکثریت ملموس باشه، قابل ارتباط برقرار کردن باشه و بتونه به واسطه اینکه این مفاهیم رو میفهمه، درک میکنه، جا انداخته، درونی کرده، ملکه کرده در ذهنش، با مفهوم مشارکت ارتباط برقرار بکنه و چون ارتباط برقرار میکنه توانایی یا اراده خودش رو به کار بگیره برای اینکه به اون تحقق ببخشه، یعنی بیاد و مشارکت بکنه. پس ببینید جناب بهبهانی عزیز، در پاسخ به پرسش شما پیرامون این که چرا ما قبل و یا بعد از انقلاب مشارکت نداشتیم، من خدمتتون عرض بکنم تا زمانی که این اتفاق در نظام آموزش پرورش و من حتی میرم جلوتری خود نظام فرهنگی جامعه به طور کلی وجود نداشته باشه، شما مطمئن باشید نه در 1393 که در اون هستیم، نه در 1403، نه در 1423 ما چیزی به اسم مشارکت اجتماعی داوطلبانه از طرف مردم ایران رو نخواهیم داشت. این برای اینکه خیال همه هموطنانمون راحت بشه که گذر زمان چیزی رو عوض نمی‌کنه و مسئله‌ای نیستش که به صورت خودکار اتفاق بیفته. نیاز به کار فکر شده، برنامه‌ریزی شده و تزریق این مفاهیم در روش‌ها و بنیادهای آموزشی یک کشور داره که از درون خانواده شروع میشه، بعد از درون مهد کودک، بعد همینطور میره به بالا تا دانشگاه و وسایل ارتباط جمعی. من در برنامه‌های کاوشگری مثال میزنم برخی مواقع و اون هستش که در مهد کودک‌های ایرانی یه بازی میکنن، 10 بچه هستن و 9 صندلی، بعد اینا رو همینجور باید بچرخن تا یه شماره که گفته شد همه باید به سرعت سعی کنن بشینن و اونی که نتونسته بشینه بازی رو میبازه و میسوزه، به قول معروف میره کنار. این همین بازی رو در ژاپن بچهای مهد کودک‌های ژاپن دارن و بهشون میگن که 10 هستید و 9 صندلی و زمانی که سوت زده شد یا اون شماره داده شد اگر نتونید جا و اندازه کافی باز کرده باشید که هر 10 بشینن همتون سوختید، دقت بکنید.
پس میبینیم که هنوز که هنوز ما به بچه های و در دوره پیش از دبستان خودمون داریم یاد میدیم که مشارکت نکنن، حذف بکنن و رقابت ناسالم داشته باشن، اونا دارن یاد میدن که هوای همدیگر رو داشته باشن. این مثاله برای اینکه بینندگانمون متوجه بشن زمانی که من میگم باید رفت در دل بنیادها و نهادهای جامعه شروع کرد به این کار، منظورم از کجاها و روی چه نکاتی هستش. اما جناب بهبهانی عزیز، نکته دومی هست که توضیحگر این عدم مشارکت، اگر تا اینجا سوالی مطلبی هست بفرمایید، اگر نه من پارامتر دوم رو باز بکنم. بسیار ممنونم، استفاده میکنیم. اما من از اونجایی که انسان، سریع بریم سر اصل مطلب، اونجایی که انسان موجودیست راحت طلب و همیشه آسونه رو میخواد انتخاب کنه، راه دنبال راه میون بر بگرده، یه ذهنیتی براش داره، میگه که آقا ما تو 57 چطوری کردیم، خب پس همون مدل رو ما خواهد دوباره تکرار بکنیم. و من معتقدم که این اصلا شدنی نیست، یعنی وقایع جهان یه دونه است، یه دفعه اتفاق میفته یه دفعه است دیگه، دفعه دوم مثل اون دینا اصلا کلون نداریم، پدیده به اسم کلون کردن تو روابط اجتماعی مکانیکی نداریم همچی چیزی رو. این میخوام بگم که اون ذهنیته چجوری میشه اونو حلش کرد که این همانی نکنه، این میخواد اینو مثل همون بکنه، اینو چجوری حلش کردی شما؟ نکته خیلی مهمی رو ذکر کردید، سپاسگزارم ازتون. ببینید جناب بهبهانی عزیز، ما در ادبیات یا در هنر میان و هنرمندان یا کسانی رو که به هر حال دستی در قلم دارن یا تولید کننده نمیدونم سینما و غیر ذلک هستن، یه تقسیم بندی وجود داره که بهشون افراد پرودکتیو یا تولیدگر و ریپرودکتیو یا باز تولیدگر میگن. سهم این دوتا رو اگر بخواید بررسی بکنید معمولا یه چیزی بین 1 و 99 هستش. اگر بخواید تعارفا رو بذاریم کنار، شما 1% دارید که فکر جدیدی راه میده، ایده جدیدی راه میده، از تخیل خودش، از مغز خودش، از ذهن خودش استفاده میکنه. یه دونه گابریل گارسیا مارکز داریم ما، یه دونه احمد شاملو داریم و صدها و هزارها نویسنده و شاعر دست دوم و سوم و ششم. پس همونطوری که فرمودید، بحث بر سر این هستش که آیا این ذهنیت جمعی، حالا ما این مثال فردی رو زدیم، شما بیاید ذهن کلکتیو رو در نظر بگیرید، ذهن جمعی جامعه، آیا ذهن جمعی جامعه به اصطلاح پرودکتیو بار اومده یا ریپرودکتیو، تولیدگر بار اومده یا باز تولیدگر؟ من خدمتتون عرض بکنم بسیاری از جوامع هستند که جرأت میکنن و در بسیاری از موارد نشون میدن که جوامع تولیدگری هستن. مثالش حی حاضر شاهد از غیب آمد همین نتیجه انتخابات یونان هستش در هفته گذشته. همون ملتی که یه زمانی به تاریخ بشریت مباحثی مثل مفاهیم نوین فلسفه، منطق، شیوه های بحث و جدل و یا دموکراسی رو ارائه داد، شما میبینید که همون بستر تاریخی در یه جایی بهش اجازه میده که بیادش، برخلاف تصوری که در تمام قاره اروپا وجود داره، بره در یک انتخاباتی که کلی گزینه براش وجود داره به چپ رادیکال رای بده. چپ رادیکالی که من در برنامه دیروز یا پیروز بود میگفتم معمولا در کشورهای اروپایی بین 1 تا 5% از آرا رو میاره. مثلا حزب کمونیست فرانسه که اصلا و ابدا اونقدی رادیکال نیستش که این حزب سیریزا در یونان هستش، در سهمش در پارلمان فرانسه 2%، 3%، و اینا شما میبینید بالای 50% آرا رو به خودشون اختصاص میدن. چرا؟ برای اینکه بله جانم کاملا فهمیدتون درسته، کاملا بله. درسته بله. اینو میخوام عرض بکنم که مردم یونان به خودشون اجازه میدن که به جای بازتولید الگوهای گذشته و عادتهای سیاسی نهادینه شده توسط رسانه ها و سیستم حاکم، بیان اینو بشکنن و برن یک ضد مدل در واقع بیارن ارائه بدن. خب این سبب میشه سرنوشتشون تغییر بکنه. من دیروز در برنامه به سویران آباد در دیدگاه گفتم که شما خواهید دید یونان موتور تغییرات مهمی در کشورهای اول جنوب اروپا و بعد اروپای مرکزی خواهد بود، به خاطر اینکه انقدر این مدل مناسب با منافع توده ها هست، مناسب با منافع لایه های پایین جامعه هستش، که میتونه بی سر و صدا یک انقلاب مسالمت آمیز رو در قلب قاره اروپا به وجود بیاره.
پس ببینید ملت یونان تبدیل میشه به یک ملت پروداکتیو یا تولیدگر، بعد ملت های مثل ملت پرتغال، نمیدونم اسپانیا، ایتالیا میتونن از روش کپی بکنن. بنابراین این چیزی که شما فرمودید در مورد اینکه هنوز یه دی در نوستالژی سال 1157 هستن به خاطر دقیقاً هم گفتید تنبلی ذهنی، برای این استش که ارائه یک مدل جدید یعنی تولید یک مدل جدید سخته، کار میطلبه، کار پژوهشی میخواد، کار خود انتقادگری میخواد، خود نقدگری میخواد، بررسی میخواد، رفتن به سراغ استنادهای دقیق به عینیت امروز جامعه رو میخواد، همه اینا رو شما باید انجام بدید، از توش یه تئوری جدید بیرون بکشید. خب وقتی که نمیخواید این کارها رو بکنید و در این حال هم در مقام رهبر فلان سازمان و رهبر فلان حزب و مفسر و نمیدونم اینها هستید و جلوی دوربین نشستید یا در مقابل یه دی نشستید که چششون به دهان شماست که ببینن چه راهنمایی میفرمایید که از اون طریق خودشون نجات بدن، تنها چیزی که به عقلتون میرسه اینه که اونها رو ارجاع بدید دوباره به مدل های گذشته، مدل سال 57، مدل جناب مصدق، مدل مشروطیت و از این دست. اما واقعیت اینه که من بارها و بارها در بحث‌ها عرض کردم داستان سفارش مدل‌های مثل مدل انقلاب سال 57 برای جامعه سال 93 ایرانی درست مثل این میمونه. من مثال آوردم در یکی از برنامه، گفتم مثل یه پدر مادر میمونه که یه دست لباس خریده بوده برای 7 سالگی بچهش و عاشق اون لباسه، بچه شده 24 سالش، ماشاءالله مثل یه رستمی نشسته مقابل اینا و اینا اصرار دارن که بچه جان تو نمیدونی ما این لباسو چقدر دوست داری، اگر بتونی تنت بکنی. میگه بابا والا من 3 تا انگشتم میره تو آستینش پاره میشه، ولی اینا اصرار میکنن. داستان اینه، جامعه ایرانی تبدیل شده به یه موجود کاملا متفاوت دیگه. حالا خوب بدش رو اصلا میذاریم کنار، از حیث فنی داریم بررسی میکنیم، ولی اینها همچنان پافشاری میکنن که اون الگوی سال 57 خیلی خوبه، بنابراین اگر میلیون ها نفر بیان تو خیابون کار درست میشه. لذا من با شما کاملا موافقم که این ناشی از تنبلی ذهنی، ناشی از تنبلی عملی، تنبلی پژوهشی، تنبلی خلاقیت، نبود خلاقیت هست که این حاصل رو به بار میاره. بسیار عزیزم، من تونتون سوال کنم آقا. خواهش میکنم. تونتون جواب بدی. بعضن بزرگه که خب این با حرف هفته گذشته یه ذره نه تناقض، شاید بشه بگی منافات، یه ذره مشکل داره، برای اینکه اون صحنه‌ای که شما تصویر کردید در جلسه گذشته یه صحنه بسیار تاریک و وحشتناکه که من اونو باور دارم، یعنی من عقیده‌ام بر اینه که ایران در سراشیبیه و اصلا ایران به گل نشسته، اولش اینه که ایران به گل نشسته، بعدم این اصلا جریان به سمت یه سراشیبی داره میره، در همه جا درگیره، پول نداره و مشکل اصلیش داستان پول، قیمت نفت رو 43 دلار شده دوباره و همجور داره افت میکنه و اون تصویری که شما ارائه کردید در جلسه گذشته با این حرفی که امروز بیان میکنی که یه کار زمان بره، تکلیف کدام است؟ بله ببینید، بین این دو اگر دقت کرده باشید به اصطلاح در ظاهر همونطور که فرمودید یک نوع دوگانگی دیده میشه، اما من اگر فرصت داشته باشم و پارامتر دوم توضیح دهنده عدم مشارکت ایرانیان رو بگم، اون این حلقه گم شده این زنجیر هستش جناب ابراهیمی عزیز، دقت میکنید؟ بنابراین یه لحظه به من اجازه بدید که من اون پارامتر دومی که برای توضیح عدم مشارکت من میخواستم بیارم رو باز بکنم و شما خواهید دید که به صلاح معجزه‌وار ما میتونیم وصلش کنیم به این بحث و این سوال شما رو من جواب بدم. پارامتر دومی که در کنار پارامتر اول، پارامتر اول رو گفتیم، نبود توان انتزاع و در نظر گرفتن این مفهوم جامعه. پارامتر دوم عبارت است از نادرست عمل کردن اون اقلیتی که این توان رو برای خودش به وجود آورده بود. منظور من فعالان فکری، اجتماعی و سیاسی هستند که انقلاب مشروطیت رو باعث شدن، نهضت ملی رو باعث شدن، انقلاب سال 57 رو و الان هم به عنوان فعال سیاسی هستن. بنابراین اشاره من به یک اقلیت کوچکی از مردم ایران هستش که برخلاف اکثریت که این توان ذهنی رو برای در نظر گرفتن مفاهیم نظری ندارن و لذا نمیتونن بدونن که مشارکت چیست و چرا ضرورت داره، این اقلیت اون توان رو داشته و لذا ازش استفاده کرده
حس مشارکت درش به وجود اومده، از طریق اخلاق و وجدان بهش پاسخ داده، اراده کرده، اومده سالهای سال مبارزه کرده، زندان کشیده، سازمان سیاسی درست کرده، انقلاب را انداخته و غیره و غیره. بسیار این چرا من گفتم نادرست عمل کردن این اقلیت؟ برای اینکه اگر این اقلیت ایده مشخصی در مورد چگونگی ایجاد تغییر در جامعه می‌داشت، مطمئناً ما در یکی از این شانس‌های تاریخی که بیداشتیم موفق می‌شدیم. ببینید، ما یک بار در انقلاب مشروطیت این شانس رو داشتیم، از دست دادیم. یک بار زمانی که رضاخان اومد و اعلام کردش که آقا من میخوام جمهوری درست بکنم در ایران، نظام جمهوری سوار بکنیم مثل آتاتورک در ترکیه، بازم اونجا جامعه مدنی توان این که از این فرصت استفاده بکنه بپره روش و کار رو به قول معروف تموم بکنه رو نداشت، اون رو هم از دست دادیم. یک بار زمانی که مصدق در اوج محبوبیت و اوج قدرت بود این فرصت وجود داشت برای این اقلیتی که داریم صحبت میکنیم که این کار رو بکنه، بازم میبینید این فرصت رو از دست دادن. و یک بار هم در فاصله بین 1323 بهمن 1357 تا مثلا بگیم 30 خرداد یا 30 تیر 1360 این فرصت بود که باز این فرصت رو از دست دادن. منظور من چه فرصتی هستش؟ منظور من عبارت است از داشتن اون استراتژی که اجازه میده بلافاصله بعد از اینکه تغییر سیاسی به وجود اومدش و یه مقداری فضا مناسب شد، حرکت به جای اینکه فقط و فقط در حوزه سیاسی باقی بمونه، فعالیت‌ها فقط در حوزه سیاسی باقی بمونه، نشریه بدن، نمیدونم انتقاد بکنن از همدیگه، به جون همدیگه بیفتن، میتینگ بذارن و غیر و ذالک، ای کاش در یکی از این چهار فرصت تاریخی بخشی از نیروهای سیاسی ما بود که این هوشیاری و این درایت رو می‌داشت که موضوع ایجاد توازن در ایران رو، ایجاد توازن بین حکومت و جامعه رو ور می‌داشت می‌بردش در قلمرو اجتماعی، ور می‌داشت می‌برد در درون جامعه و اونجا شروع می‌کرد به کار کردن و به جای اینکه خودش رو معطل فقط و فقط مسائل سیاسی، حزب و حزب کشی و سازمان و سازمان سازی و عرصه‌بر جنگ قدرت و اینها میکردش، میرفتن در دل جامعه. نمونه شما نگاه بکنید، دو سازمان چریک های فدایی خلق و سازمان مجاهدین چه بستری پیدا کرده بودن در بین سالهای 1358 تا 60 و چقدر به اصطلاح محبوبیت و منزلت اجتماعی برای خودشون پیدا کرده بودن. ولی شما میبینید که در هیچ کدوم از این دو سازمان چیزی به اسم استراتژی اجتماعی کردن مشارکت سیاسی رو ما پیدا نمیکنیم، برای اینکه نمیشناختن، نمیدونم تجربهش رو نداشتن، تجربه تاریخیش رو نداشتن، مفاهیمش رو آشنا نبودن، دانشش رو نداشتن، هر دلیلی رو میتونیم ذکر بکنیم ولی به هر روی نشدش. به همین ترتیب که بین 1330 تا 1332 ما این فرصت رو داشتیم که این کار انجام بشه ولی این کار انجام نشدش. به همون ترتیب که بعد از رفتن رضا شاه اون فرصت چند ساله‌ای که نوعی از دموکراسی نسبی بگیم به وجود اومده بودش، حالت شکست خفقان به وجود اومده بود، ولی در هیچ کدوم از این فرصت‌ها سیاسیون ما متاسفانه به دلیل نداشتن هوشیاری، نداشتن آگاهی بگیم فنی علمی نسبت به پدیده مبارزه اجتماعی سیاسی این کار رو انجام ندادن. لذا از یک طرف ببینید، من در بخش اول علت اولی که آوردم یک علت تاریخی فرهنگی و زیربنایی رو به عنوان مسئله و مشکل آوردم و در مورد دوم پرداختم به یک مورد کاملا عملی، عملیاتی و مشخص که عبارت بود از ضعف محتوایی و ضعف داشتن یک استراتژی موفق در بین سازمان‌های سیاسی ما، فعالان سیاسی ما یا جریان‌هایی که دستی داشتن در درون جامعه و از فرصت‌های چند ساله میتونستن استفاده بکنن. حالا امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم جناب بهبهانی عزیز، ببینید اینجا من پل می‌زنم به سمت پرسش شما و شرایط کنونی. امروز بار دیگه در مقابل موقعیتی قرار گرفتیم که نیروهای سیاسی ایرانی تقریبا میشه گفت همگی متمرکز هستن بر این شکنندگی که اوضاع داره پیدا میکنه. من خدمتون بگم آخرین رقمی که اعلام شده توسط بانک مرکزی رقم 683 هزار میلیارد تومان نقدینگی هستش، یعنی حجم پولی که اگر
این ماجرای مذاکرات به جایی نرسه، اگر وضعیت به هم بریزه و بخواد خودش رو هدایت بکنه از سمت این حوزه‌های واسطه‌ای و نمیدونم مسکن و مسکن انبوه‌سازی و از این داستانا، بخواد خودش رو هدایت بکنه به سمت ارز و یا طلا، ممکنه قیمت ارز پیش بینی میشه تا 3 برابر قیمت کنونی بالا بره. یعنی تبدیل خواهد شد به یه مجموعه‌ای که احتمالاً مردم باید قیمت نان رو پیش بینی بکنن یه چیزی بوده 5 تا 10 برابر قیمت کنونیش باید خریداری بکنن. خب این یعنی آشوب، این یعنی به هم ریختن ساختارها، این یعنی فروپاشی اقتصاد ایران و به دنبال اون تمام عوارض اجتماعی، شورش‌ها، خیزش‌ها، اعتراضات، قتل و غارت و غیر و ذلک، این کاملا قابل پیش بینیه. اما آیا تناقضی وجود داره بین این که ما دقت بکنید نه در مورد پارامتر اول جناب بهبهانی، پارامتر اول همونطور که فرمودید دراز مدت، نیاز به کار پژوهشی فرهنگی دفتن در دل آموزش و پرورش و غیره و ذلک داره، اما این پارامتر دوم پارامتری هستش که عناصر سیاسی ما، تشکل‌های سیاسی ما امروز میتونه حواسشون بهشون باشه و اون این هستش که آقا یه جامعه ای داره میره به سمت انفجار، یه نظامی داره میره به سمت فروپاشی، از الان به فکر باشیم که این بار اشتباه دفعات قبل رو تکرار نکنیم. دفعه قبل هم سال 56 سال 57 زمانی که جناب کارتر و گوادلوپ و غیر و ذلک را افتاد و حقوق بشر و بعد نمیدونم مسائل دانشگاه به وجود اومد، بعد مسائل قم به وجود اومد و داشتیم میرفتیم، شما میبینید باز نزدیک به 1.5 سال فرصت بود. بعد از انقلاب هم 2 سال باز اونجا فرصت بود، 58 تا 60 فرصت بودش که بشه کلی کار کردش، ولی هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. همه درگیر مسائل بسیار ابتدایی سیاسی که آقا یه دوتا اعلامیه بیرون بدیم، یه میتینگ اینجا بذاریم، یه دفتر اونجا درست بکنیم، میلیشیامونو بیاریم تو خیابون، از این داستانها بودن. و شما ببینید جلوی چشم همه ما شرایطی، حالا از لحاظ شکل متفاوت ولی با همون ماهیت، فروپاشی پایه‌های یک نظام، یک نظام حکومتی داره اتفاق می‌افته. و شما ببینید گفتمان اپوزیسیون رو، شما ببینید گفتمان سیاسی احزاب و سازمان‌ها رو، در حد چیه؟ در حد انتقاد کردن، نقد به اصطلاح عملکرد رژیم، یادداشت برداری از جنایات رژیم، به یه نوعی اداره ثبت احوال رژیمی که آقا چند تا کشتش، چند تا رو دستگیر کردش، چقدر دزدی کردش، چقدر برد و اینا. من فکر کنم این رقم 94 هزار میلیاردی که رو شد دیگه تمام داستان دزدی و غیر و ذلک رو اصلا زد کنار دیگه، که حالا 3000 میلیارد شما می‌خواستید بهش گیر بدید، نمیدونم 9000 میلیارد، 94 هزار میلیارد تومان، یعنی بیش از اون چیزی که دولت روحانی امیدوار هستش بتونه از قبل کل مالیات های کشور به دست بیاره. یا آقای کبابی اومده به اسم پهلوان دزدیده برده با پدیده شاندیز با رفقای به صلاح اون تشکیلات آستان قدس خوردن و کشیدن بالا. پس دیگه چیزی نمونده من شما بخواییم اینجا بشینیم یادداشت برداریم و ثبت بکنیم به عنوان جنایت و دزدی و غارت و غیره. این نیست. پس اون چیزی که اپوزیسیون، رسانه ها، وقت سیاسیون، وقت تشکل های سیاسی باید بهش اختصاص پیدا بکنه و روش متمرکز باشن این نیست. اگر این بود که خب زمان شاه جواب داده بودش، هممون الان دموکراسی و آزادی و عدالت و همه چی و چی داشتیم. ما معتقدیم، ما وقتی میگم جناب بهبهانی عزیز اجازه بدید برای بینندگانم بگم، در حزب ایران جمعی که هستیم و فعالانی که در این راستا داریم فعالیت میکنیم، ما معتقدیم که حداقل بذارید یک تشکل سیاسی باشه، امیدواریم که تشکل‌های دیگه هم باشن، ولی حداقل ما وظیفه خودمون رو انجام بدیم که از قبل تدارک این رو بتونه ببینه که زمانی که اتفاقی در جامعه افتاد، این بار به جای اینکه باز هم گیر بکنیم در کوچه بنبست سیاسی، این بار موضوع سیاسی و مشارکت رو برداریم ببریم در دل جامعه، برداریم ببریم در دل نیروهای اجتماعی، ببریم در کارگاه‌ها، در کارخونه ها، در مدارس، در ادارات، در دانشگاه ها، در شوراهای محله، در انجمن های شهروندی، در سازمان های غیر حکومتی. این بار یه اتفاقی میتونه بیفته اگر چنین استراتژی مطرح بشه به صورت گسترده، اگر هموطنانی بیان پشت این داستان، خود شما به عنوان یک فرد صاحب رسانه جناب بهبهانی عزیز و
علاقمندانی که برنامه های شما رو دنبال میکنن، عزیزانی مثل شما، ایرانیان دیگه، رسانه ها و حتی چرا نه تشکل های سیاسی دیگه بیان روی این استراتژی متمرکز بشن که آقا این بار ما نمیخوایم که یه رژیمی بره یه رژیم دیگه بیاد و ما دلمون خوش باشه که تغییر در ایران به وجود اومدش. تغییر زمانی به وجود میادش که در دل جامعه شروع بکنه نطفه زدن، در دل نیروهای اجتماعی، در دل روابط اجتماعی، در دل ساختار اجتماعی. اونه که از خودش یک ساختار سیاسی رو به عنوان روبنا بیرون میده که میتونه ساختار سیاسی دموکراتیک باشه. بنابراین من نتیجه گیری میکنم و کلام رو به شما میسپارم. اینکه اوضاع احوال ایران داره میره به سمتی که یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، چهار ماه دیگه، شش ماه دیگه، یه سال دیگه فرو بپاشه، این کاملا هست. اما آیا باز در اون موقع بایستی آماده بشیم که بیایم پشت رادیوها و تلویزیونا عربده بکشیم که مردم بریزید تو خیابون و ال بکنید و بل بکنید؟ یکی این انتخابه، یکی هم این که از حالا به مردم بگیم هموطنان عزیز سعی بکنید جمع‌های شهروندی تشکیل بدید، سعی بکنید شبکه‌های شهروندی واسه خودتون بسازید، برید متمرکز بشید روی مسائل معیشتی، صنفی، اصلا مسائل سیاسی کاری نداشته باشید، اگر گیر میدن سرکوب میکنن و غیره، روی مسائل معیشتی، روی مسائل صنفی، روی مسائل اجتماعی، روی مسائل اخلاقی، فرهنگی کار بکنید و آماده باشید. این آمادگی سبب میشه زمانی که این فروپاشی اتفاق افتاد، این بار برخلاف دفعه قبل که هر نیروی، ببینید جناب بهبهانی عزیز، 3 یا 4 سال پیش من مقاله منتشر کردم تحت عنوان هر که سازماندهی کند رهبری میکند. سال 57 روحانیت سازماندهی میکرد، رهبری کردش. این بار کی میخواد سازماندهی بکنه؟ اون رهبری میکنه. اگر لات ها و عرازل اوباش هستن که سازماندهی میکنن، مطمئن باشید که حکومت اوباش رو کار خواهد اومد، چیزی شبیه به جمهوری اسلامی. اگر فلان سازمان مورد حمایت CIA و موساد و غیر و زاله که میتونه سازماندهی بکنه، مطمئن باشید اون رهبری میکنه و کشور رو بعدن هم به همین کشور دولت ها خواهد فروختش. بنابراین دیگه چیزی به اسم رمز و راز دیگه وجود نداره این بار که بخوایم خیلی بشینیم و هی بگردیم و بگردیم و بگردیم ببینیم چیه. این همه فرصت داشتیم برای اینکه بریم این 4 تا قانونمندی حاکم بر این پیچیدگی های سیاسی اجتماعی رو بیرون بکشیم و ازش استفاده بکنیم. و امروز اینو میدونیم که اگر دقت بکنید، اگر با هر کیفیتی شما یک رژیمی رو پایین بکشید، با همون کیفیت هم دوران بعد از اون رژیم رو تشکیل میدید. اگر کودتا کردید، بایستی دوران بعد از کودتا رو هم با اسلحه بگردید. اگر بر اساس نوکری بیگانه رفتید به قدرت رسیدید، بعد از اونم باید به نوکریتون ادامه بدید. اگر لات ها و عرازل و اوباش رو به خدمت گرفتید، مطمئن باشید با همونا هم باید به اسم کمیته و سپاه و غیر و زالک حکومت بکنید. و اگر چیزی که ما پیشنهاد میدیم، و اگر این بار با جمعی از شهروندان سازمان یافته اومدید و تونستید اوضاع احوال رو به دست بگیرید، مطمئن باشید که این روند اجتماعی شدن قدرت و مدیریت جامعه توسط شهروندان بعد از سرنگونی رژیم میتونه در جامعه مستقر بشه و عمل بکنه. من کلام رو میسپارم. ارزم به حضورت که سوال اساسی این هستش که سیر حوادث رو شما یه جور تعریف میکنی و یعنی اینکه آنیست، یعنی همین فردا، پس فردا، یعنی سال دیگه، 2 سال دیگه، اینا در اصلا تاریخ هیچ معنی که نداره، که لحظه است. یعنی اینکه ما در یه شرایطی، باور منم همراه شماست، فکر نه، یعنی من اول اینو توضیح بدم که من همراه شما، منم باورم بر این، ولی این امری که شما تعریف میکنی بازم امر زمانبر است. چجوری میخوایم که اینو به همدیگه به این بخش سرعت بدیم؟ راه سرعت دادن به این بخش چیه؟ اون که داره کار خودش میکنه، افتاده مثل بهمن داره رو سرازیری گرفته داره میره پایین، اون که خودش هر لحظه سرعت میگیره. این جبهه رو، این جریان رو، این سازمان رو چجوری باید به این سرعت داد؟ راهش چیه؟ ببینید، ما نگرانیمون در مورد زمان به این دلیل برجسته میشه که دائم به موضوع به صورت کمی فکر میکنیم، دقت میکنید، یعنی گستره کار رو در نظر میگیریم که ما آیا زمان کافی خواهیم داشت که بتونیم این رو وسیع تشکیل بدیم و غیر و زالی. در حالی که من فکر میکنم دلمشغولی ما میبایست قبل از هر چیز بر روی کیفیت قضیه باشه. یعنی من بر این باور هستم که وجود این، چرا ما اینقدر تاکید داریم بر روی مسئله 1%؟ برای اینکه میگیم اگر از هر 100 تا ایرانی
یک نفر باشه که مجهز به این عنصر آگاهی و درک ضرورت سازماندهی باشه کافی هستش. پس معلوم میشه که مسئله کمی نیستش. چرا من میگم کمی نیست؟ برای اینکه ما میتونیم به جوامع دیگه نگاه بکنیم دیگه، ببینیم اونجا چه شکلی اتفاق افتادش. شما نگاه بکنید، ما نداریم در طول تاریخ بشر انقلابی که توسط 100% جامعه انجام شده باشه. اصلا و ابدا همچین چیزی وجود نداشته و احتمالاً هم در آینده هم نخواهد داشت، تا امروز حداقل نبود. همیشه و همیشه انقلاب ها، جنبش ها، قیام ها، حرکت های سرنوشت ساز توسط بخشی از جامعه انجام میشن که هرچی هم اتفاقا داریم به سمت دوران معاصر میایم، این جالب هستش، کمیت این زیاد اهمیتی نداره. چرا اینو عرض میکنم؟ برای اینکه یه زمانی اگر شما برای شکل دادن به یک خیزش اجتماعی در مصر، مصر 80 میلیونی با روش های سنتی اعلامیه و اطلاعیه و دهان به دهان و دکون به دکون به سالها وقت احتیاج داشتید، بچه های 6 آوریل احتیاج به مدت زمان کمی داشتن، از زمانی که فیسبوک تأسیس شد تا سال 2010، یعنی از 2008 آغاز کردن تا 2010 و موفق شدن از همین ابزار استفاده بکنن و اون 1% های مصری رو آگاه بکنن، امید درشون به وجود بیارن و حداقلی هم از سازماندهی رو به وجود بیارن با کمک فعالان اجتماعی، سندیکاهای کارگری و غیره، و اومدن تو صحنه و دیدید که آغازگر یه حرکتی شدن. نتیجهش رو کاری نداریم، اون رو بعدا میتونیم باز بکنیم که چرا به اینجا رسیدش، ولی حرکت رو کلید زدن. شما نگاه بکنید به اون چیزی که در تونس اتفاق افتادش. آیا 75% یا 83% جامعه تونس بودش؟ نه، نگاه بکنید دو تا شهر بزرگ تونس بود که با این قیام مواجه شد و حکومت بن علی رو اونجا وادار به سقوط کردش. شما بزرگترین تجمعی که در طول این قیام مردم مصر صورت گرفت برآورد میشه که یه چیزی بوده 100,000 نفر، 80 تا 100,000 نفر در میدان تحریر مصر بود. ما داریم در مورد 80 میلیون مصری صحبت میکنیم. پس ببینید، بحث بیشتر از اون چیزی که کم میباشه بر سر استفاده بهینه یک اقلیت کوچیک از امکانات و شرایطی که امروز در 2015 وجود داره هستش که به واسطه اون میتونن چیکار بکنن، میتونن سرنوشت جامعه رو تغییر بدن. من بارها در برنامه مثال آوردم از قرقیزستان، کشوری که به اصطلاح چندی پیش موفق شدن، حدود 4 سال پیش بودش، موفق شدن یک آدم عقب افتاده دیکتاتور رو از اونجا فراری بدن. یه خانومی اونجا رئیس جمهور شد که واقعا اصلاحات خوبی رو بعدن اونجا شروع کردش و کشور افتاده به قول معروف روی قلتن. کل جمعیتی که شرکت کردن برای پایین کشیدن این مردک دیکتاتور در اونجا برآورد میشه، کل جمعیتی که حضور داشتن 5,000 نفر. حالا تعدادی که ریختن تو ساختمون ریاست جمهوری و رادیو تلویزیون و مجلس و اینا شاید کمتر از این هم باشه. من میخوام این رو عرض بکنم که اگر ما با نگاه مکانیکی به موضوع نگاه بکنیم، صد البته به زمان احتیاج داره، به سازماندهی گسترده احتیاج داره و پارامترهای سنتی که در محاسباتمون ما منظور میکنیم، ولی من بر این باور هستم که امروز تجربه‌ای که خود ما اینجا در اختیار داریم از طریق یک تلویزیونی که 6 ماه شروع به کار کرده و رشدی که تونسته در بین لایه‌های، ببینید ما کاملا اطلاع داریم که 99% مردم ایران به تلویزیون دیدگاه نگاه نمی‌کنه، اما آیا غافلگیر شدیم از این موضوع؟ ابدا. آیا انتظارش رو داشتیم؟ 100%، برای اینکه مدت هاست که ما داریم در مورد 1% صحبت میکنیم. ولی در عوض خبر خوب در کنار این خبر بد که 99% تلویزیون دیدگاه نگاه نمیکنن این هستش که در بین 1%ی ها سهم قابل توجهش این تلویزیون رو دارن دنبال میکنن و این تمام اون چیزیست که ما میخواستیم. و من میخوام یه گام هم حتی جلوتر برم جناب بهبهانی عزیز. ما اینقدر نسبت به این موضوع اشراف پیدا کردیم که دیگه با قیام کمیگرا به اصطلاح نمیشه کار آنچنانی کرد که این رو در برنامه سیاسی حزب خودمون آوردیم. در برنامه سیاسی حزب ما اومده که ما خواهان قیام توده‌ای و میلیونی نیستیم. ببینید هموطن عزیز، این برای اولین باره که یکی داره میاد میگه آقا جمعیت قرار بریزه تو خیابون میلیون ها نفر، ما میگیم یا امام زمان، نشه خیلی بهتره. چرا؟ برای اینکه شما وقتی توده های ناآگاه و بدون قطب نما رو ریختید تو خیابون، هر کسی که زرنگ باشه،
هر کسی که پول بیشتری گرفته باشه، هر کسی که تونسته باشه از چند سال پیش با پول پنتاگون در خارج از کشور رادیو تلویزیون بزنه، و جناب بی بی سی و جناب وایس آف امریکا و جناب جنبش راه سبز امید و تمام این دوستانی که در لندن و واشنگتن و غیر و ذلک بورس و نمیدونم کمک مالی دریافت میکنن و تو آب نمک خوابیدن، خب همه اینا میریزن و اون توده این آگاه رو به هر سمتی که میخوان میکشونن. بنابراین خطر بزرگی اگر این اتفاق دوباره بیفته. و لذا ما میگیم زمانی که شما با یک رژیم ورشکسته روبروید، رژیمی که از درون داره میپاشه، رژیمی که آثار و علائم شکاف در نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتیش آشکار داره میشه، شما برای سرنگون کردن این که نیاز به میلیون ها نفر ندارید. یه زمانی نمیدونم یه کار خارق‌العاده‌ای میخواید بکنید، واقعا جمعیت میلیونی میخوادش، ولی اینکه میلیونی نمیخواد، مثل نمیدونم یه آدم مفلوکی رو شما میخواید برید روشو کم بکنید 11 تا بزن بهادر رو کمربند مشکی کاراته بردارید ببرید، میگن آقا چه خبره، چه نیازی هستش. رژیمی هستش که به اصطلاح اگر آثار و علائم یک شورش اجتماعی در یک جای بروز بکنه، اطمینان داشته باشید که از درون شروع میکنه به فروپاشیدن، خبراش بهشون برسه به اصطلاح فراراشون آغاز میشه. این رو من نه بر اساس ذهنیات، بر اساس اون چیزی که هموطنامون از داخل کشور در اختیار ما گذاشتن و به من این جرأت رو میده، این اعتماد به نفس رو میده که اون رو در یه مصاحبه ذکر بکنم، بر اساس اون دارم عرض میکنم. بنابراین این بحث دیگه بحث کمی نیستش که من شما بخوایم بشینیم و ببینیم که چجوری میتونیم. به قول یه جریان یادتون باشه جناب ببان اینجا بود که اومده بود سالها گیر داده بود که هموطنان عزیز اگر شما 6 میلیون بیاید تو خیابون ما کارو تموم میکنیم. یه دو سه سال کوبید روی 6 میلیون، دید نه مثل که 66 نفر هم نیومدن. بعد گفتش که خیلی خوب 3 میلیون هم باشه میشه، یه تخفیفی داد بالاخره. ببینید دوره این گونه برداشت ها گذشته، تا به بحثی که اول داشتیم، دوره ای که بر اساس تنبلی ذهنیمون فکر میکردیم که هیچ راه حلی وجود نداره، هیچ مکانیزمی وجود نداره، هیچ خلاقیتی ما نمیتونیم در مورد جامعه ایران و ایجاد یک حرکتی درش به خرج بدیم، و لذا باید مثل همیشه مراجعه بکنیم به اون اصول سنتی انقلاب و حضور میلیونی مردم، و در کنارش هم چیزی که به عنوان گیلاس روی کیک مامورم میارن، همه هم باید با هم متحد بشن، همه گروه ها و سازمان ها و شخصیت ها و رسانه ها، همه که با هم متحد بشن همه چی درست میشه. پس من این گونه جنبندی میکنم. این استراری که احساس میشه در مورد اینکه ممکنه رژیم فردا فرو بپاشه، سال دیگه فرو بپاشه، دو سال دیگه فرو بپاشه، به هر روی ما داریم میبینیم که در راه هستش، این هیچ گونه تناقضی با اینکه من و شما حسابی و حسابی متمرکز باشیم بر روی مسئله‌ای به اسم کیفیت و نه کمیت، و به دنبال تقویت عنصر 1%، یعنی عنصر مجهز به 1 آگاهی، 2 سازماندهی اجتماعی باشیم، این مانع نمیشه. و لذا ما تاکید میکنیم که هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، به جای پراکنده کاری، به جای آشفت سری که میخواد ما رو یه بار ببره به سمت اینکه خب الان اگر اپوزیسیون متحد بشه چی میشه، اگر نشه چی میشه، بعد چجوری میشه میلیون ها نفر آورد تو خیابون، بعد همه باید با هم متحد بشن، اینا رو که دیگه سالهای سال به قول معروف ورقهای رنگ باخته است، دیگه نمیشه باش بازی کرد، اینا رو بذاریم کنار، بیان یه مقدار از خلاقیت، عقلانیت و عینیت گرایی خودمون، واقع گرایی خودمون استفاده بکنیم. اینا رو که با هم ترکیب میکنیم، به نظر میرسه تاکید بر عنصر کیفی 1% و دعوت او به قدرت تشخیص پیدا کردن و سازماندهی بهترین راه حلی باشه که بتونه به شرایط به ظاهر اضطراری کنونی جواب بده. ولی یه سوالی که برای من مطرح میشه اینه که یعنی شما تمام تمرکزت به بعد منوط میشه به داخل، به خاطر اینکه اونه که در حقیقت فعال کار است، اونست که در حقیقت، بعد یعنی سرباز ما، جبهه ما اونجاست، سربازم درون جبهه است، حالا از افسر و سرگرد همه درون جبهه دیگه. بله. بنابراین نقش این وچیه، نقش خارج کشور، این سیل عظیمی که تو خارج کشور، این چه نقشی میتونه بازی کنه؟ بله. این تحلیل شما کجاست؟ بله ببینید جناب ببانی، کسانی که یه مقدار تجربه نظامی دارن خوب میدونن که واحدهای نظامی در ارتشهای جهان
به دو قسمت، حالا چندین قسمته ولی به صورت عمده دارم عرض میکنم، به دو قسمت تقسیم میشن. یه سری که بهشون میگن واحدهای عملیاتی، یکی هم بهش میگن واحدهای پشتیبانی. حالا در درون خود اینا کلی تقسیم بندی های جزئی وجود داره. اما امروز که داریم ما هم صحبت میکنیم، واقعیت قضیه این استش که نیروهای اجتماعی داخل کشور در صحنه نبرد هستن، در صحنه این که باید تعیین تکلیف بشن. اونا هستن که میبایستی منطقه پاستور رو در قلب تهران تصرف بکنن، اونا هستن که میبایستی صدا و سیما رو تصرف بکنن. بنابراین نیروهایی که در اصطلاح نظامی بهشون میگن عملیاتی، نیروهای داخل کشور هستن و لذا تمرکز و توجه و همه چیز بایستی روی اونا باشه. اما هیچ فرماندهی نیستش که حاضر باشه به پای یک نبرد یا جنگی بره بدون اینکه اطمینان کامل پیدا کرده باشه که نیروهای عملیاتیش در میدان نبرد میتونن از پشتیبانی کافی برخوردار باشه. یعنی بدون این پشتیبانی شما نیروتون ممکنه بزرگترین فتوحات رو به دست بیاره ولی 24 ساعت بعدش احتیاج به مهمات داره، آب داره، غذا داره، مجروح داره، امداد میخواد، پشتیبانی میخواد. اگر اینا نباشه مطمئن باشید پیروزی خودتون از دست میدید. بنابراین در یه تقسیم کار عمومی ما میتونیم بگیم که خارج از کشور نقش پشتیبان رو برای نیروهای عملیاتی داخل کشور میتونه ایفا بکنه و باید ایفا بکنه اگر عنصر آگاهی و اخلاق و وجدان وجود داشته باشه. اونایی که میخوان برن جناب بهبهانی عزیز دنبال این که ببینن حالا برادران حزب توده چی میگن، حالا ببینیم تحلیل فلانی از قضیه چیه، حالا بشینیم با پای برنامه فلانی ببینیم اون چه جوری مسئله رو میبینه، اونا رو من بهشون میگم کسانی که هاوی سیاسی دارن، میدونید هاویشون سیاسته، دوست دارن بشینن گوش بدن، کیف بکنن، یه چیزی متوجه بشن و اینا، خیلی هم قابل احترامه. یه دستم میرن پروانه شکار میکنن، کلکسیون میکنن، یه دم دوست دارن بشینن پای بحث سیاسی، چه ایرادی داره. اما اگر ما داریم در مورد فرایند تغییر در ایران صحبت میکنیم، این فرایند احتیاج به نیروی جدی پشتیبانی در خارج از کشور داره، نیرویی که در نبودش میتونیم اطمینان داشته باشیم نیروی عملیاتی داخل کشور یا اقدام نمیکنه، برای اینکه احساس به اصطلاح بدون پشتیبانی بودن احساس تنهایی میکنه، و یا اگرم اقدام بکنه دست تنها میمونه، رژیم دورش میزنه، حسابشو میرسه، پاتک بهش میزنه، ضد حمله میزنه و دمار از روزگارش در میاره. بنابراین این توهم که صرفاً و صرفاً به واسطه این که مردم رسیدن به یک مرحله خیزش، مرحله انفجار اجتماعی در ایران کار تمومه، خیلی تصور ساده لوحانه‌ای هستش. نیاز داره به پشتیبانی جدی خارج از کشور. و من اینجا اجازه بدید دو سه مورد رو که شامل این پشتیبانی میشه عرض بکنم. اولا احتیاج به پشتیبانی محتوایی دارن خارج از کشور. یعنی بچه های داخل بارها و بارها در تماسایی که با ما داشتن گفتن آقا نیاز اول ما، نگفتن پول، نگفتن اسلحه هست، نه تلفن، نه نمیدونم چیه، اینا همش بیشتر مسائل فرعی هستش. مسئله اصلیشون این بوده که ما میخواییم بدونیم چی کار باید بکنیم، احتیاج به آموزش دارن. شما این رو میتونید اگر فرصتی داشته باشید از بچه های کنشگر داخل کشور بپرسید که آقا نیاز اول شما چی هستش. حالا یه دی میفتن جلو میگن آقا ما دوست داریم ببینیم خارج از کشور همه متحد شدن، همه سازمان ها متحد شدن، این و این با همدیگه متحد شدن، آقای فلانی و خانم فلانی کنار همدیگه نشستن، تلویزیون ها با هم متحد. اینا داستان، اینا به قول معروف اون برداشت بچگانه از مبارزه سیاسی هستش. کنشگران واقعی احتیاج دارن به این که از تجارب موفق کشورهای دیگه استفاده بکنن، از تجاربی که در بهار عربی به وجود اومده، از تجاربی که در گذر دیکتاتوری های نظامی آمریکای لاتین به صلاح دموکراسی های متعارف امروزی انجام شده، از تجارب اروپای مرکزی میخوان استفاده بکنن، از تجارب حتی برخی از کشورهای موفق آفریقایی استفاده کنن، چرا که نه. و این رو بایست یک جمعی باشه در خارج از کشور که به قول شما تنبلی ذهنیش رو گذاشته باشه کنار و به جای اینکه بشینه بگه که مردم بالاخره سال 57 دیدید همونو باز احتیاج داریم، اینو بذاره کنار و بره مورد مصر و تونس و
عرض تفاوتش با لیبی، تفاوتش با سوریه، تفاوتش با یمن رو در بیاره، بره ببینه در آمریکای لاتین چه اتفاقی افتاد، بره ببینه در سروستان چه گذشتش، در قرقیزستان چه گذشت، اینا رو در بیاره، تئوریزه بکنه، مدون بکنه، انطباقش رو با واقعیت‌های جامعه ایرانی مورد وارسی و سنجش قرار بده، تبدیلش بکنه به داده‌های به درد بخور، کاربردی، به قول فرنگی‌ها اپریشنال یا عملیاتی، اینا رو بیاد در اختیار به اصطلاح نیروهای اجتماعی داخل کشور، اون یه درصدیای کنشگر، یه درصدیایی که میخوان اهل کنشگری باشن در اختیار اونها بذاره. این نیاز اول هستش. نیاز دوم نیاز رسانه‌ای هستش. یعنی میبایستی شما ابزارهایی در اختیار داشته باشید که بتونید از زمانی که قضیه کلیت خورد ارتباط خودتون رو با این کنشگران بتونید حفظ بکنید. بنابراین احتیاج به چندین کانال ماهواره‌ای داره، احتیاج به بودن روی تلویزیون، روی رادیو داره، احتیاج روی ماهواره های مختلف بودن داره و همه اینا چی میخواد جناب بهبهانی عزیز؟ همه اینا سرمایه مالی میخوادش. بنابراین هموطن خارج از کشوری که داره از خودش سوال میکنه که من چی کار میتونم بکنم؟ یکی از مهمترین کارهاش این هستش که ببینه چه تشکیلاتی هستش که این محتوا رو یا این گونه محتوا رو داره ارائه بده، بره از اون تشکیلات حمایت مالی بکنه. و همچنین این رو هم عرض بکنم که کلی کار در خارج از کشور ریخته. وقتی شما بخواید به نیاز محتوایی جواب بدید، به نیاز رسانه‌ای جواب بدید، به بعضی از نیازهای مشخص عملیاتی نیروهای داخل کشور جواب بدید، وقتی بخواید اینجا برای حرکتی که در داخل میتونه کلید بخوره بستر اجتماعی پیدا بکنید، حمایت سیاسی فراهم بکنید، اینا همه نیرو میخواد، اینا همه تشکیلات میخواد، اینا همه آدم میخواد، اینا امکانات میخواد، اینا پول میخواد، اینا سرمایه های کلام میخوادش. و کی داره اینا رو تهیه میکنه؟ شما نگاه بکنید به میزان انفعال ایرانی های خارج از کشور و میزان مشارکت ایرانی های خارج از کشور. لذا من میخوام اینو عرض بکنم جناب بهبهانی عزیز که علاوه بر این که یک سازمان سیاسی میبایستی متمرکز باشه بر روی اون چیزی که در داخل داره اتفاق میفته، حتما و حتما میبایستی این همین تمرکز رو در خارج داشته باشه، یک نیرو رو به چشم نیروی عملیاتی ببینه برای روز نبرد، برای صحنه نبرد، و یک نیرویی که بدون اون این جنگجویان صحنه نبرد بازی رو یا مبارزه رو خواهند باخت، و این دوتا رو بتونه سازماندهی بکنه. یکیش بحث خود سازماندهیه، دیگری در خارج بحث سازماندهیه. شما شنیدید شاید در برنامه هامون ما بارها میگیم که عزیزان از داخل کشور حزب ایران آباد عضو نمیپذیرد، برای اینکه ما نمیتونیم جون کسی رو به خطر بندازیم بگیم شما عضو حزب ایران آباد هستید، بایستی در تماس مداوم باشید، مستقیم باشید، گزارش بدید و نه ابدا. ما روش خود سازماندهی اجتماعی رو بهش میآموزیم که بتونه بره برای خودش جمع‌ها، شوراها، سندیکاها، اتحادیه‌ها، سازمان‌های غیر دولتی و غیره درست بکنه، بتونه متشکل بشه در داخل کشور. به این میگن خود سازماندهی. اما در خارج از کشور مانعی وجود نداره و لذا ما از خارج از کشور و از بین هموطنانمون عضو میپذیریم. چرا؟ برای اینکه تا یه تعداد افرادی مشخص و معین با ساعتکار مشخص وجود نداشته باشه که این مجموعه رو بخواد به پیش ببره، هیچ وقت این اتفاق نمیفته. برای ما جناب بهبهانی عزیز این رو حالا شاید بعدها فرصت داشته باشیم مفصل بر سرش بحث بکنیم، ولی در یه جمله عرض میکنم، برای ما اون چیزی که بهش تا حالا میگفتن رهبری و نمیدونم رهبر و فلان و بسیار حرفا، یه بحث کهنه شده است، یه بحث قدیمی هستش. برای ما امروز در رابطه با این هر کلی که داریم صحبت میکنیم بحث مدیریت، مدیریت درست مثل مدیریت یه شرکت بزرگ، با دقت، با برنامه، با استراتژی، فقط موضوعش هستش که متفاوته و شما میبایستی مطابقش بدید با اون موضوع، انطباقش بدید با ویژگی‌های مبارزه سیاسی بر علیه یک رژیم دیکتاتوری. اما دیگه دوره‌ای نیستش که ما احتیاج به رهبر کاریزماتیک داشته باشیم، احتیاج به یه مغز متفکری که اون بالا نمیدونم چی هستش، ریش سفید، پیر، مرشد، آیت الله، قائد اعظم، از این چیزا دیگه نداریم. ما احتیاج به جوانایی داریم که فن مدیریت بلد باشن، رفته باشن MBA خونده باشن، منیجمنت بلد باشن و بتونن مجموعه رو اداره بکنن. و از این طریق به نظر میرسه که خیلی موفق‌تر میتونیم عمل بکنیم تا اینکه بخوایم هممون قربونی بشیم و ذوب بشیم و اینها در یه نفری به اسم رهبر که به ما بگه چیکار بکنید چیکار نکنید بعد از 36 سال هم جایی که هستیم باشیم. این رو من امیدوارم که
بحث رهبری یا مدیریت رو در یک فرصت دیگه بتونیم باز بکنیم و به اصطلاح توضیح بدیم. بنابراین یک جمله بگم برای جنبندی در پاسخ مشخص به پرسش شما که نقش خارج از کشور به همون اندازه که نقش داخل کشوری ها اهمیت داره به عنوان پشتیبانی این نبردی که به نظر ما با توجه به شرایط اجتماعی در راه هستش. زمان مشخصی نمیشه براش تعیین کردش ولی هممون میدونیم که در راه. بسیار ممنونم. آخرین پرسشم این خواهد بود که میدونم زیغ وقت است و اون این هستش که با توجه به شرایطی که داخل ایران وجود داره و این یه پدیده در حقیقت امیدی که از طریق امید کاذب دیگه میدونیم که کاذبه ولی به هر حال پدیده امیده، هی امید میده بهش که این میاد اون میاد، نمیدونم الان رحیمی رو گرفتیم الان نمیدونم وضع خوب میشه و مثلا برای من خیلی چیز غریبیه و من اگر فرجه بدی فقط من یه دو خطی از این داستان رو برات بخونم و بعد داخل رو برام تعریف کن که داخل چگونه است، یعنی امیدی که این در داخل توضیح میکنه رو چجوری میشه حل و فصل کرد. سید محمد خاتمی نوشته که مردم سالاری مقتضی زندگی مطلوب در روزگار ماست و مردم سالاری یه سازگار با دین حاصل انقلاب کبیر اسلامی و سیاست دینی انقلابی و ملی همه ما دفاع از نظامی است که متعلق به همگان متکی بر رأی مردم مدافع آزادی و عدالت اجتماعی است. در جمهوری اسلامی حضور همه مردم در تمامی عرصه‌ها به رسمیت شناخته شده و لازمه آن حضور فعال آزاد و امن همه تشکل‌ها و احزاب و گروه‌هایی است که در عین پایبندی به اصالت‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی مدافع حقوق مسلم مردم و ناظر بر رفتار و سلوک مسئولان و منتقد منصف سیاست‌ها و رویه‌ها و پاسدار مصالح ملی و حقوق اساسی جامعه. همینجوش کافیه. خب این نامه‌ای است که سراسر دروغه ولی میره دنبال این، با این پدیده چجوری باید برخورد کرد؟ من فکر میکنم جناب بهبهانی عزیز آنچه که داره اتفاق میفته اتفاقا جداگری جامعه هستش از این نوع از فضاسازی ها اسمشو بذاریم. برای اینکه فراموش نکنیم این حرف ها در دهان سید محمد خاتمی به عنوان جلاد دانشجویان ما در 18 تیر 1378 به عنوان رئیس یادتون باشه اون سازمان تبلیغاتی که مسئولیت تبلیغات جنگ رو بر عهده داشت و میلیون ها نوجوان ایرانی رو برداشت برد اونجا که 1,000,000 و 500,000 تاشو به جا گذاشت و برگردوند، این سخنان از دهان او دیگه معنایی نداره. من نگاه میکردم امروز آقای علی اصغر حاجی جوادی مقاله رو منتشر کرده و در اون به عنوان یک کسی که اتفاقا میشناسه اینها رو باهاشون بوده و از نزدیک به قول معروف چند و چونشون رو زیر و بامشون رو میشناسه اتفاقا استناد به خاتمی هم میکنه. نامه خطاب به روحانی هستش ولی استناد به خاتمی هم میکنه. این گفتمان جناب بهبهانی امروز گفتمان رسانه‌ای برخی از جریان‌هایی هستش که من در کل اونها رو جریان‌های اصلاح طلب و یا اصطلاحاً واشرهای سیاسی نظام میدونم و گفتمان جامعه نیستش خوشبختانه. یعنی جامعه کاملا خط خودش رو جدا کرده و شما امروز میبینید دست و پا زدن اصلاح طلبان برای اینکه بتونن یه جوری نبش قبری بکنن از آقای خاتمی یا افراد دیگری که به عنوان چهرهای شاخص دارن و رو کردن اون در دل جامعه به نظر من تبدیل شده به یه تلاش کاذب در واقع میشه گفت از قبل محکوم به شکست شده. شما امروز نه در دل دانشگاه ها نه در دل به اصطلاح نیروهای اجتماعی فعال نه نیروهای مثل کارگران و غیر و ذلک کمترین تمایلی به این گفتمان پیدا نمی کنید و خوشبختانه اونجا چیزی که داره حاکم میشه یک نوع واقع‌گرایی تجربی هستش. این رو من اسمشو اینگونه میذارم، یعنی تجربه کردن رفتن دنبال این بازی ها سرشون نه یک بار که چندین بار به سنگ خورده و میبینیم که به واسطه این حس واقع گرایی که حاکم شده بر اون لایه های جامعه عمر شامورتی بازی به صلاح شیخ خندان دوم به نسبت اولی بسیار ناچیز بودش. اگر بخوایم خوب فکرشو بکنیم، یعنی یادتون باشه خاتمی موفق شد در 4 سال اول که بسیار ماهرانه
و در 4 سال دوم هم کجدار و مریض 8 سال این نیروهای متوهم رو با خودش به هر حال از این رو به اون رو بکنه، از این ور به اون ور بکنه. در مورد آقای روحانی میبینیم که به 2 سال هم نکشیده، ورق به قول معروف رنگ باخته و دیگه امروز کسی برای ایشون حداقل تا اونجایی که من میبینم در بین نیروهایی که اصالت اجتماعی دارن، اونایی که وابسته به نیروهای پشت پرده هستن، نمیدونم روزنامه شرق و غیر و ذالک، اونا رو بذاریم کنار، سایت پیکنت اگر داره تیتر اول میزنه در موردی که آقای رفسنجانی چی گفت، اون قابل فهمه، برادران حزب توده تلاششون کاملا قابل فهمه. اما اگر میخواید برید سراغ نیروهای مردمی، سراغ کسانی که جون به لبشون رسیده، باید عرض بکنم که چیزی که امروز به صورت مشترک در دیدگاه و نظر اونها نسبت به خامنه ای و حسن روحانی هست نفرته. اینجوری عرض بکنم. و این تنفر اجتماعی همراه با رسیدن به مرحله ای که دیگه رو چیزی جز خودشون نمیتونن حساب بکنن، الان داره اون نقطه جرق زننده بازگشت برخی از نیروهای به مهاق رفته، به سکوت رفته و منفعل شده به صحنه هستش. این خبر بسیار مبارکی هستش که این نیروها که جو وحشتناک ناشی از سرکوب وحشیانه 1388 اونها رو فرستاده بودش به سلاح به خارج کشور، فرستاده بودش به نمیدونم دنبال کار هنری و فرهنگی و اعتیاد و غیره و ذالک و اینها، باید عرض بکنم که بخشی از اونها با پیدا کردن، دقت بکنید جناب بهبهانی، من واژه‌ای رو میخوام استفاده بکنم که نمیخوام به معنای سنتی باشه، به معنای مدرن کلمه، واژه خودآگاهی، یعنی جستن انسان، رها شدن انسان از بند، از بندهای خودرسته، از بندهای خودتنیده، از بندهای خودبافته، خودساخته. دقت بکنید این به معنی روشنگری هستش، این به معنی به اصطلاح خودآگاهی هستش، همون چیزی که ما بهش خودرهاگری میگیم. این بچه‌ها متوجه شدن که یک سری از بندها رو با دست خودشون ساخته بودن و در ذهنشون انداخته بودن. مثلا مثل چی؟ این که اگر از اصلاح طلبان حمایت بکنیم خوب میشه، اگر به موسوی رأی بدیم به یه جایی میرسه، ممکنه اگر هوای روحانی رو داشته باشیم به یه جایی میرسه. و امروز دارن متوجه میشن که خطا کردن. و خیلی جالبه که بدونیم رها شدن از این بندهای خودساخته سبب میشه که دارن میپیوندن به همین جبهه‌ای که امروز داشتیم صحبتش می‌کردیم، جبهه کنشگران اجتماعی، جبهه 1%ها، که دارن آماده میشن خوشبختانه برای به اصطلاح موقعیت سهمگینی که میدونن کشور باهاش مواجه خواهد شد. بنابراین من حداقل به عنوان یک فعال سیاسی یاد گرفتم الان چندی است که به یه سری از گفتمان ها بهایی نباید داد، به خاطر اینکه فقط و فقط جنبه تبلیغاتی داره، جنبه کاذب تبلیغاتی داره، یه دی جون میکنن برای اینکه توجه ها رو بهش جلب بکنن. بهتر استش که تمرکز و توجه ما روی این عنصری باشه که در میدان نبرد سرنوشت کشور رو میتونه عوض بکنه. بسیار سپاسگزارم. دلم میخواد که اصلا این وقت تموم نشه و با شما همواره این داستان رو ادامه بدیم تا لحظه پیروزی. ولی از اجازه میخوام که هفته آینده هم دوباره در خدمت شما باشم اگر که وقت شما چنین اجازه ای رو به ما بدهد. ممنونم آقای عرفانی. تلاشم رو خواهم کرد. سپاسگزارم از شما. زنده باشید. خیلی ممنون از حضور شما و بینندگان عزیز تلویزیون میهن. خداحافظی میکنم. محمد زیاد. مرسی. گفته بود با آقای کوروش عرفانی و راستی دارم نمیخواست که این برنامه رو به پایان ببرم. استفاده میکنم، لذت میبرم و برای اینکه آدمی است که هدف داره، تکلیفش با خودش حداقل روشن. این آدما خیلی کمن تو جامعه ما. و امیدواریم که یه روزی بشه که تعداد اینا خیلی زیاد بشه. به حال امیدوارم این گفتگوها کمکی کرده باشد. با سپاس از همه شما خوبان و نازنینان، اگر این برنامه مورد توجه شما هست، سوالات کنید که از طریق فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس، یا احیانا اگر اکانتی در بالاترین دارید یا اگر ایمیل لیست بلند بالایی دارید، لینک های برنامه رو برای دوستان دیگه هم بفرستید که در حقیقت کمکی کرده باشید. به فن پیج ما به پیوندی، آدرس ما هست facebook.com/miantv_1. این میگه که هر مؤسسه ای، سازمانی، هر چی بوده گفته اینا از اینا بگی بده به پسر فلان کسه تا فرصتی دیگر. سپاسگزارم. آقا بازم ازت ممنون. خواهش میکنم. گنده باشی که هم در تماس